بیت الله، ناصره و اورشلیم. سه شهر ویژه برای مسیحیان و یهودیان. بیت الله شهری کهن در سرزمین فلسطین اشغالی است. این شهر بر پایه متون مذهبی مسیحی محل تولد عیسی ابن مریم است. همچنین مقبره راحیل، همسر حضرت یعقوب که یکی از اماکن مقدس یهودیان است، در ورودی شمالی این شهر قرار دارد و نیروهای اسرائیلی از آن محافظت میکنند. ناصره شهری در شمال سرزمین‌های اشغالی است که طبق روایات انجیل دوران کودکی و جوانی حضرت عیسی مسیح در این شهر گذشته است. در ناصره بقایای خانه‌ای وجود دارد که گفته می‌شود متعلق به قرن یکم میلادی است و برای نخستین بار در قرن 19 این نظریه مطرح شد که این خانه محل سکونت حضرت عیسی و مادرشان مریم مقدس بوده است. در دهه 1930 میلادی این نظریه مردود شد، اما پروفسور کندارک، باستانشناس و استاد پانتون ریدینگ بریتانیا، 14 سال با مطالعه آثار باقی مانده از این خانه پرداخت و سرانجام سال 2020 اعلام کرد طبق شواهد و مدارک موجود این نظریه به واقعیت نزدیک است. مکه و مدینه، دو شهر ویژه برای مسلمانان که کمتر نشانه ای از میراث حضرت محمد و خاندان ایشان در آن باقی مانده است. مکه به شهری مدرن تبدیل شده و آثاری از مناطق تاریخی آن بر جای نمانده است، تا آنجا که خانه حضرت خدیجه، همسر گرامی رسول اکرم که محل نزول وحی، رفتن به معراج، لیلة المبیت و محل ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، با دست حاکمان سعودی به توالت عمومی تبدیل گشته است. مصاحبه تلویزیونی سامی انقاوی، یک انجینیر سرشناس معماری در عربستان، محکمترین سند ویرانی نهایی و تغییر کاربری خانه حضرت خدیجه است. لكن الاغلب انه في عند مبنى عام حمام صعب ان اقولها بس للاسف نعم. همچنین در نزدیکی مسجد الحرام و در انتهای باب الصفا کتابخانه کوچک قرار دارد که در واقع جایگزین همان خانه ای است که پیامبر در آن متولد شده است. یوسف بن سید هاشم رفاعی از علمای اهل سنت و متوفای سال 2018 در کویت در کتاب نصیحت الاخواننا علما و نجد چنین نوشته است: آن خانه شریفی که پیامبر اسلام در آن ولادت یافتند ویران و با بازار فروش حیوانات تبدیل شد که بعدها با مخالفت و تلاش مردم به کتابخانه مکه مکرمه تبدیل گشت. روبروی باب جبریل و باب النساء هم خانه ها و کوچه های تنگ و بسیار قدیمی وجود داشت که به محله بنی هاشم معروف بود. برخی از این کوچه ها تا قبرستان بقی هم امتداد داشتند. از سال 1364 تا 1366 هجری شمسی تمام کوچه ها و خانه های منصوب به بنی هاشم و کلی تخریب و بخشی از آنها در توسعه شرقی مسجد النبی جزوی از مسجد شدند.